گرامیقدر استاد محترم، شورای اجرائیه تنظیم نسل نو هزاره با همکاری بزرگان قوم هزاره مقیم کویتا به نام کمیته فلاح و بهبود هزاره امو رقم که در اینجا اتحادیه تعاون اسلامی فعالیت داره، در راستای حزب وحدت سهم فعال داشته و داره و از هیچ نوع خدمت دریغ نکده و انشاءالله نخواهد کرد. از جانب از اونا خدمت شما سلام تقدیم مونیم و اونا ارزومند تمنیات نیک و ارزنده از شما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از یه احساسی پاک قوما که در 18 ماهی گذشته که مردم کابل و مجاهدینی حزب وحدت در کابل دچار مشکلات بودن، از همکاریشان تشکر میکنیم. از این نهادی هم که به وجود آوردن واقعا نهاد مردمی و سالم است و تا حالا 3 نوبت پولی را که جمع کردم برادرای کویتا توسط این نهاد به ما رسیده و ما سفارش ما ای است که تمام قومایی که میخواید در حزب وحدت کمک بکنن و در مشکلات مردمی کابل سهم بگیره، از طریق همین نهاد کمک بکنه که نهادی مردمی است و سالم است و اینا مطمئنن کمک چنانچه که قبلا و ما رسانده بعد از ایش هم میرسه. از نظر از ما موردی تایید است، نباید در هیچ جای دیگه غیر از این نهاد کمک بکنه و این نهاد نهاد خیریه و مردمی خوب است. تشکر آقای استاد. به اجازه شما یک چند سوال از شما خاطریم. در باره موجوده اوضاع افغانستان یک برداشتی است که تا وقتی که حقوق ملیت های ساکن افغانستان توسط تساوی نفوس ملیت ها تامین نشنن، یک دولت مشروع حاکم شده نمیتنن. در این رابطه برای یک حکومت مشروع حزب وحدت چی طرح داره؟ ما البته در این رابطه قبلن هم موضع حزب وحدت بیان کردیم و این باور هستیم که تمام ملیت های در افغانستان حضور دارن در سرنوشتی جنگ در 14 سالی گذشته سهیم بودن و شکست اتحاد جماهیر شوروی را مردم افغانستان دادن. این افتخارات مالی یک ملت، یک قوم، یک تنظیم، یک قشر خاص نیست، مال قاطبه مردم افغانستان است. برای آینده مردم افغانستان که این افتخارات بزرگ کسب کرده و حکومت تشکیل شده، باید حقوق همه در نظر گرفته شد و 18 ماهی گذشته که این رعایت نشد این حقوق و اثبات کرد که نمیتونه بدون حضوری تا قاطبه ملیت های مختلفی که در افغانستان است حکومتی تشکیل شده و پا بگیره و امنیت برقرار کنه. لحاظا خوب است که تمام احزاب و اقوام و ملیت ها در افغانستان این واقعیت را بپذیره که بدون یکی دیگه ایشان نمیتونه زندگی بکنه و حقوق اینا را در نظر بگیره. حزب وحدت برای رای عادلانه این مسئله طرح فدرالی را ریختن و مطرح کردن که هم حقوق از نظر جغرافیایی رعایت شد و هم از نظر ملیت ها. این یک رای حل اصولی و اساسی است برای مردم افغانستان و شرایط بحرانی افغانستان و تضمین کننده است تمامیت ارضی افغانستان را و امنیت ملی شده. این رای حلیه که حزب وحدت را داده، تبلیغ کرده و اعلان کرده و الان هم رای حل امیر بوده. خیلی عالی، تشکر جناب. خب یک سوال دیگه یه که اگر یک حکومت بر اساس تعدد تنظیم ها در وجود باید و تساوی نفوس ملیت ها در نظر گرفته نشنن، پس
حزب وحدت اسلامی چه روش اختیار خواهد کرد؟ ما خو معتقد هستیم که روش تنظیمی در 18 ماه گذشته تجربه شده و کسانی هم که این راه را رفته بود تلخیش را چشیده که این راه حل نیست الا اولا بود هر کس برای منافع ملی افغانستان فکر میکنه باید حقوق تنظیم ها و ملیت ها را طبق نفوس در نظر بگیره و نظر همه احزاب و ملیت ها در نظر گرفته شود، نه ملیت و تنظیم سری کسی ظلم بکنه و نه از کسی ظلم بپذیره. غیر از این راه رای براه است و چیزی که تجربه شده کسی که عاقل است دوباره تجربه نمکنه. سوال دیگر جناب علی است که شنیده میشه که در حزب وحدت اسلامی افغانستان اهل تسنن مثلا قرلوخ، سرخ پارسا، شیخ علی و غیره هم سهیم هستند. این تا چه حد واقعیت داره؟ این حرف درستیه. یعنی حزب وحدت یک حزب سیاسی است و حزب سیاسی طبیعی است، فلسفه وجودیش برای عزیز که در یک مملکت هست افرادی بیشتری جذب بکنه و خواستای بیشتری رو منافع مردم افغانستان مطرح بکنه. از وقتی که تشکیل شده تا حال را افراد زیادی از شیخ علی، از سرخ و پارسا، از تخار، از قندوز، از بغلان، از بادغیس، اینا افراد مختلف و اقوام مختلف در حزب وحدت پیوسته و از حزب وحدت را به عنوان یک حزب سیاسی که حقوقشان را در آینده احیا میکنه آرمانشان هست نگاه میکنه و پیوسته و حزب وحدت هم سیاستش سیاست بازی بوده، محدود نیست، در روی همه ملیت ها و اقوام باز است که حزب سیاسی است و برای آینده سیاسی افغانستان فکر میکنه و برای نجات ملیت های محروم فکر میکنه. روی این مسئله هست، یه واقعیت داره و ما توصیه تلاش ماییست که ملیت های بیشتری را جذب حزب وحدت بکنیم و از حقوق همه مردم دفاع. خیلی حزب وحدت اسلامی همیشه ایره گفته که ما وابسته به هیچ جای و کدام مملکتی نیستیم. با وجود از این رسانه های خبری حزب وحدت اسلامی را وابسته قلمداد یا تبلیغ میکنه. در نظر از شما اونا چی میخواید یا چی مقصد داشته باشه؟ ما توی این مسائلی که میگیم وابسته نیستیم دلیل داریم. دلیل ما میه که در 14 سالی انقلاب مسلحانه افغانستان تنها حزبی که تشکیل شده در داخل افغانستان و کمیته مرکزیش در داخل افغانستان بوده، در خارج نمایندگی داشته و تصمیم گیریش در داخل بوده، در جنگ، در صلح، در اداره، در بین احزاب افغانی تنها حزب حزب وحدت است. این یک سندی است که هیچ کسی را انکار نمیتونه که مرکزی حزب وحدت در بامیان بود. بامیان بعد از 55 روز محاصره از تحت سلطه دولت نجیب آزاد کردند و مرکزی حزب در اونجا تشکیل شد و همونجا تصمیم گیریش بود تا وقتی که کابولم ساقط شد در دست مجاهدین و یا 14 ماه دیگه هم باز کمیته مرکزی حزب وحدت در بامیان بود، یک شورای تصمیم گیری در کابول داشت. بعد در این اخیر رو مصلحتی که سرنوشت مملکت در کابول تعیین میشد و ضرورت بود که یک تمرکزی تصمیم گیری باشه، از به وحدت تصمیم گرفت که شورای مرکزی خود منتقل بکنه بکنه. و اما این چرا کشورهای دیگر یا رسانه های دیگر وابسته جلوه میتن، این هم دلیل عدم وابستگی از به وحدت است. خیلی
در 14 سال انقلاب که دنیا برای افغانستان کمک میکرد، از ترس روسا هر دستی در افغانستان بالا میشد، یک کلاش در دستش داده میشد که با روسا بجنگم. و اثبات شده که در سال اول انقلاب مردم هزاره و مردم تشیع در ظرف 3 ماه مناطقش آزاد کرد و آغازگر انقلاب بود. و این مناطق که قلب افغانستان است، مرکز افغانستان، 14 سال هم آزاد نگه داشت، ولی هیچ کشوری در این مردم کمک نکرد. هیچ سندی کسی الان پیدا نمیتونه برد که از کشورهایی که در انقلاب افغانستان کمک میکرد برای از اینا کمک کرده باشن. وقتی که اینا این غنای طبع داشتن، کمک نگرفتن، مسئله پای خودشان استادن، طبیعیه که با کشورهایی که در افغانستان منافع داشتن ارتباط ندارن. وقتی که ارتباط ندارن، ای که بیایه این مسئله را چسبی وابستگی میزنن، او عنادیست که با حزب وحدت داره. در 18 ماهی گذشتم ام هزارجات محاصره، ام کابل حزب وحدت محاصره بود، هیچ رایی در هیچ جا نداشت. و اینجا با تکیه با مردمش، با امکانات مردمش مقاومت کرد و 12 جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشت. و این دلیل است برای ازیه که این حزب یک حزب مردمی است و حزبیه که با مردمش متکی است و هیچ جای دیگه ارتباط نداره. لحاظا امی ارتباط نداشتنش دلیل شده و انگیزه شده برای ازی که همه تبلیغات بکنه که اینا وابسته است. در صورتی کسانی که واقعا وابسته است، امکانات گرفته و بدون دستور کشورهای خارج هیچ گونه تصمیمی را در 14 سالی گذشته گرفته نتونسته و الان هم نمیدن، اونا را کسی وابسته نمیگن. و اونا را که تمام فیصله و حرکتی مسئله افغانستان و سرنوشتشان را در خارج حاضرن که فیصله بکنن و مرکب بکنن. تنها حزبی که در داخل بوده و جنگ و صلح خود در داخل خودش تصمیم گرفته حزب وحدت است. ما روی این مسئله به دوستان و کسانی که هواداری حزب وحدت برش اعلان میتونیم که تنها حزب که متکی به مردمش است، هیچ رو معادلات خارج حساب نمی کنه، حزب وحدت است. برای منافع مردمش، برای پشتوانی از مردمش تصمیم میگیره و در بین مردمش هم هست، در هیچ جای ارتباط نداره. البته نمایندگی هایی همه احزاب در خارج داره از خاطر تبلیغات و مسائل بین مردم مهاجرش. حزب وحدت هم نمایندگی ها رو داره، تصمیم گیریش در داخل است و برای داخل، برای مردمش، منافع مردمش موضع گیری داره. هیچ سیاستی غیر از منافع مردمش درش اثر نداره. تشکر. خب بعد از سوالا خدمت شما گزارش عرض کنیم. استاد گرامی، تنظیم نسل نو هزاره مغول سعی و کوشش داره که هزاره های جهان متحد شنه و در بین از اونا هماهنگی و رابطه منظم ایجاد شنه. در این رابطه شما کدام خصوصی پیغام اگر عنایت کنیم لطف خواهد بود؟ ما البته در قبلم گفته بودیم خدمت شما که شما رو طبق شرایطی که در افغانستان حاکم است و محرومیت هایی که در افغانستان حاکم است که شما برای حمایت مردم افغانستان تلاش میکنین نجاتش، اینجا دو تا محرومیت هست. هم محرومیت مذهبی در افغانستان بوده، از 300 سال حکومتی که در افغانستان تیر شده
از نگاه مذهبی مردم ما تحت فشار بوده، جرم داشته برای ازی که مذهب تشیع رو داره امنه و فشارها رو از این جهت قبول کرده. اما مسئله فشار نجاتی است که یعنی از نگاه نجات، چون 100 سال پیش با عبدالرحمن وقتی که جنگیده از نگاه نجات، نجات مردم هزاره مورد غضب عبدالرحمن بوده و اینا را سعی کرده که نابود. در جنگایی هم که در 18 ماه گذشته پیش آمد که جنگ تنظیمی بود، ولی بازم بریده از مسئله مذهب و نجات نبود، تحریکاتی بین مردم روی این مسئله می شود. هزارایی که در حزب وحدت هم نبود و سنی مذهب بود، وقتی که در کابل جنگ می شد اینا را در راه می گرفتن، پولش می گرفت، می زدن، بندی می کردن. هرچی اینا می گفت که ما از حزب وحدت نیستیم و سنی مذهب هستیم، ما گفت که ما با هزارا دشمنیم. یعنی پیداست که یک مسئله تاریخی در اینجا وجود داره که محرومیت نژادی اینجا مطرح است. در قضیه افشار که پیش آمد، افشار منطقه است که اصل قلعه‌هایی که در اونجا بوده از سابق از مردمای افشار بوده که غیر نژادی هزاره است، ولی شیعه مذهب است. باقی مردم که آمده در پلوی زناخانه انداخته شهر شده، این مانده به نامی اما افشار که معروف است در افغانستان به نام قزلباش. اینا وقتی که افشار سقوط میکرد، مردمان هزاره فرار کردن، بیرون شدن، اموال خود کشیدن یا خانه خود بیرون کردن که جنگ است. این برادرها به احساسی از این که ما نجاتن هزاره نیستیم، ما را شاید ظلم نکنن، بالاترین صدمه را اینا دیدن. وقتی که آمدن نیروهای مخالف مسلط شد، به هیچ چیز از اینا رحم نکرد. این دوتا مسئله نشان میده برزی که این مردم ما دو نوع محکومیت داره، هم نه محکومیت مذهبی هم محکومیت نجاتی. لحاظا شما که الان آمدین، من معتقدم که هر مجمعی، هر حمایتی میشه رو این دو محور محرومیت که مردم ما صدمه دیده و هست، رو حمایت این مسئله باشه. اگر بیاین در اینجا مسئله نجات تنها مطرح بکنین، باز از نگاه دفاعی از محرومیت هم درست است. اگر بیاییم در اینجا مسئله مذهب را تنها مطرح بکنین، باز از نگاه محرومیت نجات هم اینجا درست نیست. هزارایی است که اینجا محرومم و حقش ضایع شده، رویش ستم شده، ولی اینا سنی مذهب است، شیعه مذهب نیست. ولی در اینجا میبینیم که کسانی هست شیعه مذهب است ولی نجاتن هزاره نیست. باز اما ستمی را که هزارا دیدن و چشیدن، محرومیتی که دارن، اینا هم میکشن. لحاظا از این جهت سعی بکنیم که اردو مسئله هر دو معیار در نظر بگیریم که مسلم است از نگاه محرومیت، از نگاه آزادی خواهی دنیا، از نگاه آزادی که امروز در دنیا مطرح است، از این دو قشر سزاوار است که حمایت شود و انسجام پیدا بکنه، از موجودیت خود دفاع.